أعوذ بالله من الشیطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و مؤین. اللهم شحلی سلی و یسلی امری و حلل من لسانی يفقه قولی آمین یا رب العالمین الصلاة و السلام علی خاتم ال انبیاء و الكرام حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا الذي سمي في السماء به احمد و في الارزین به با قاسم المصطفى محمد ثم الصلاة و السلام على خاتم الحجاج حجت ابن الحسن الاسکری روحی و ارواحنا الفداه در این ایام اربعین حسینی در این برنامه بابل حوائج یاد کنیم از دل محسون حجت ابن الحسن الاسکری و دست بر دعا برداریم جهت سلامتی این قلب محزون همه با هم دعا کنیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فی عام تمیلا همه جا بروم همه جا بروم به بحانه تو همه جا بروم به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو همه جا دنبال تو میگردم همه جا دنبال تو میگردم که توی درمان همه دردم که توی درمان همه دردم یا با صالح مددی مولا یا با مددی مولا اللهم عجل ولی کل فرج والعافیت و الناس در این ایام اربعین حسینی همه زائرین و مجاورین حرم آقا ابا عبدالله الحسین متنعم به نور ولایت حسین ابن علی هستند دلها رو از همین جا از همین شبکه از همین برنامه راهی کربلا میکنیم راهی مسیر مشاعه امام حسین می کنیم به توفیق زیارت همگان به توفیق زیارت خدمت همگان با آقا سید و شهدا. در خدمت شما هستیم در این برنامه با سلسله برنامه های روشنگری که آقا ابو عبدالله حسین و خانواده عزیزشان حضرت زینب کبرا آقا سید و ساجدین برای مردم زمان و دهر خودشون در واقعی آشورا و بعد از آشورا داشتن طی دو برنامه گذشته از روشنگری هایی که حضرت زینب کبرا و آقا سید و ساجدین و همچنین آقا عبدالله الحسین علیه السلام برای مردم داشتن نمونه هایی عرض شد صحبت خودم رو با نور قرآن و نور هدایت شروع بکنم با آیه ای از قرآن کریم که خداوند تبارک و تعالی در سوره فصلت آیه 17 می فرماید اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم اما السمود فهدیناهم فاستحب بلعما علل خدا خداوند در قرآن کریم داستان بعضی از اقوام و قبیله هایی که پیامبرانی داشتن و در زمان خودشون از نور هدایت آنها آیا استفاده کردن یا نکردن در آیات فراوان نام میبره در کتاب هدایت در این آیه خداوند میفرماید ما راه را نشان قوم سمود دادیم گفتیم راه اینه چاه اینه سرات مستقیم اینه از نبی خودتان پیروی کنید پیغمبر وظیفه خودش رو انجام میده به واسطه ملائکه به واسطه جبرائیل امین نور هدایت گسترده است با دستان پیغمبر خودتان هدایت خواهید شد اما اینکه شما اختیار بکنید یا اختیار نکنید آیا بپذیرید یا نپذیرید در اختیار خودتان هست خداوند هیچ بنده ای رو به مالای و تاق تکلیف نمیکنه همونطور که هیچ بنده ای که از خداوند عمر داره میگیره به هیچ چیزی مجبور نیست در راه هدایت هم همینطوره خدا خداییشو میکنه پیغمبر پیغمبریشو میکنه ائمه خدا امامت خودشون رو به نحو احسن انجام میدهند اما خداوند میفرمایند گاهی هدایت میشن گاهی هم زلالت رو انتخاب میکنن مثل قوم سمود که آخرش با سائقه مردم از دن... از دنیا رفتن و نابود شدن چرا؟ چون در این آیه میفرماید کوری رو انتخاب کردن نور رو انتخاب نکردن هدایت رو انتخاب نکردن مردم بینندگان عزیز عزیزان دل زائرین آقا سید الشهدا ما با نور ولایت آقا ابا عبدالله الحسین در این ایامی که 1400 سال ازش گذشته داریم پرورش پیدا میکنیم الله اکبر 1400 سال گذشته ما از نور یک امام سربریده داریم استفاده میکنیم میلیون ها نفر در این ایام اربعین به زیارت آقا سید و شهدا میرن عرض ارادت میکنن چرا؟ چون قلبشان به نور حسین نورانی شده سعادتشان در این راه هست به اختیار خود این را انتخاب کردن شاید توفیق نباشه اربعین من و شما شما عزیزان بینندگان عزیز در این ایام مشاهی آقا عبا عبدالله حسین توفیق زیارت آقا را نداشته باشیم ولی دلهامون آنجاست دلهامون با حلوی زواره الله اکبر از این همه ارادت به سید و شهده. الله اکبر از این همه خادمینی که جان برکف هستند خدا شاکریم بر این نور هدایت خداوند کریم در این سوره در این آیه فرمود ما راه را نشان میدیم یک کسی مثل یک،, یک،, سری افراد مثل قوم سمود قبول نمی کنن سائقه میاد و نابود میشن اختیار دست خودشون هست آقا ابو عبدالله الحسین تا عصر آشورا تا لحظه شهادت روشنگری میکردن هدایتگری میکردن مردم رو هدایت میکردن تاقوت را نشان میدادند یزید را معرفی میکردن بارها و بارها افرادی بودند به نور هدایت متنعم شدن بعضیام نه نور زلالت و اون کوری که در این آیه میگه نصیبشون میشد بعد از اصر آشورا وظیفه محول میشه به بانوی بزرگوار حضرت زینب کبرا ما همیشه دلمون بر مسائب حضرت زینب می سوزه. اما گاه باشیم مردم ادامه روشنگری بعد از آشورا خیلی مهمه چه اتفاقی میفته کاروان اسرا میرن وارد کوفه میشن مردم تجمع کردن و حضرت زینب سخن میگه داره میبینه مردم گریه میکنن برخورد رو ببینید چه فایده داره اشک شما کاری که نباید شد شما این که دعوت کردید پشت حسین رو خالی کردید لعن و نفرید خدا بر شما این برخورد کی حضرت زینب دختر علی با مردم کوفه است میگذریم کاروان اسرا رفتن شام ما روزه میشنویم که سه روز پشت دروازه های شام چه افتاد شهر بعد آزین شد مردم جمع شدن در تجمعها اتفاقهایی افتاد همه گریه میکنیم بر این مصیبت ها اما مردم فراموش نکنیم در یکی از همین تجمعات که مردم سنگ پرتاب میکردن مردم اهل بیت را نفرین میکردن فحش میدادند به اصطلاح یک پیرمدی اومد جلو گفت خدا را شک که حسین ابن علی رو کشتیم برخورد سید و ساجدین آقا زین العابدین با این فرد چیه؟ برخورد حضرت زینب در کوفه فراموش نشه برخورد حضرت زین العابدین در شام یا حضرت زینب در کل جلسات در شام فراموش نشه چقدر متفاوته امام شیعیان امام زمان فرمود پیر مرد آیا قرآن خانده ای یا نه جواب داد بله قرآن میخوانم من مسلمانم فرمود سوال دارم از تو آیا در قرآنی که میخوانی از احترام به خاندان نبوت سخن گفته خدا یا نه جواب داد بله پرسید حضرت زین العابدین سید و ساجدین آیا احترام اولاد پیغمبر واجب یا نه مزد رسالتی که حضرت رسول خودشون در آیات قرآن هم خدا میفرماید غیر از محبت به اهل بیت چیزی نبوده مودت اهل بیت چیزی نبوده بله من خواندم آی پیر مرد من فرزند حسین ابن علی هم از خاندان رسالتم آی شیخ آی ریش سفید من این که اینجا اومدم من مسلمان و شیعه علی هم. حضرت زین العابدین روشنگری رو از همون ابتدا شروع کرد حالا زنجیر به دست و پای است. اما کلام نورانی بر دلهایی که آماده هستند تأثیر میگذاره این پیرمرد خجالت زده شد گریه کرد توبه کرد فریاد آورد به آسمان من و مردم این شهر شامه حاضر قافل شدیم از این موضوع معاویه و یزید طور دیگه برای ما تعریف کردن از حسین ابن علی یک تاقوت ساختن از علی ابن ابی طالب یک دشمن پیغمبر به ما معرفی شده حضرت سید ساجدین از همون ابتدا روشنگری رو آغاز کردن در طول عمرشون درست ما روزه میخوانیم که هر کجا حضرت زین العابدین آب رو میدید مینشست گریه میکرد بر تشنگی شهدا آغاز حسین ابن علی گریه میکرد اما از این قافل نشیم که همه اینها برای روشنگری بود چه کسایی حسین رو شهید کردن تشن لب شهید کردن چه کسایی بدن مبارکشون رو تنها گذاشتن بدون غسل و کفن همه اینا یادآور میشد برای چی برای روشنگری و هدایت کری. مردم قافل نشید از کینه های دشمنان آگاه بشید چرا اون کسایی که نماز شب خون بودن اومدن در صحنه کربلا در صف دشمن بودن کینه علی ابن ابی طالب داشتن مردم باید آشنا بشن با تاریخ قیام سید با این وقایع تاریخی فرصت کوتاست من یک خطبه این حضرت سجاد علیه السلام در تجمع مردم شام داشتن موقعی که کاروان اسرا وارد شام شدن به هر تدبیری بود به هر حقی بود وارد شهر شدن مردم مردم قافل از جریان اطلاع نداشتن شادی میکردن سنگ پرتاب میکردن خاندان اهل بیت رو اذیت میکردن همه اینا درست اما دلهاشون قافل بوده تجمعی یزید ملعون تدارک دید سخنران رفت بالای منبر ناسبی هن دشنام داد به علی ابن طالب و خاندان متحرشون و ابراز شادی کرد آقا سید ساجدین بلند شد ایستاد با صدای رسا صدا زد آی سخنران آی سخنگو تو آمدی یزید را خوشحال کنی خدا را ناراحت میکنی اجازه خواست صحبت بکنه یزید اجازه نداد اما مردم که دلهاشون آماده گرفتن حقیقت و پذیرش حقیقت اصرار میکنن خب اجازه بده یک مردی هم صحبت بکنه از همین کاروان سرا صحبت بکنه یزید چاره ای نداشت اجازه داد که آقا سید و ساجدین امام سجاد علیه السلام صحبت بکنه حالا ببینیم ورق چطور برمیگرده بازم من یادآور بکنم مردم کوفه در خطبه های آقا سید ساجدین و حضرت زینب کبرا چه برخوردی از این دو بزرگوار میدیدن و مردم شام که دلهاشون قافله چه برخوردی از اهل بیت دیدن در این خطبه من مقداریش رو برای شما بیان بکنم از کتاب با کاروان حسینی آقا سید ساجدین بالای منبر این چند ویژگی رو برای معرفی همین کاروان اسرا بیان کرد علم ما از همه بیشتر است صبر ما اهل بیت از همه بیشتر است بخشندگی ما از همه مردم بیشتر است شجاعت ما بیشتر است خدا محبت ما را در دلهای همه مؤمنین قرار داده ما افتخار میکنیم که از اهل بیت هستیم از خاندان رسالت هستیم ما افتخار میکنیم که علی ابن ابی طالب پاکیز ترین انسان بود ما از این خاندان هستیم افتخار میکنیم جعفر ابن ابی طالب برادر علی در جنگ دستهاشو برای اسلام هدیه داد ما از این خاندان هستیم ما به عموی خودمان همزه سید و شهدا افتخار میکنیم آقا زین العابدین داره دلها رو آماده میکنه حق را قبول بکنن روشنگری وقتی اتفاق میفته دلها اگر آماده باشه کینه ای نباشه در سینه ها حق پذیرفته میشه ما افتخار میکنیم که حسن و حسین از ماست از خاندان رسالتم افتخار میکنیم که مادرمان سیده دنیا و آخرت افتخار میکنیم که حضرت حجت مهدی صاحب از زمان از خاندان ماست همه اینها مردم از روایات پیغمبر مستفیض شدن اما راه را اشتباه بهشون عرض شده بعد از این خطبه ها و این معرفی و این روشنگری ها و مردم هم که یواش یواش با یزید آشنا شدن با خصلت پلید یزید آشنا شدن همین جلسه ای که ابتدا منبری لعن امیر کرد همین جلسه همه مردم شروع کردن به زار زار گریه کردن روشنگری اتفاق افتاد خودشو معرفی کرد آقا سید ساجدین ما این کاروانی که هستیم کاروان رسالتیم مردم همه توبه کردن و یزید رو کامل شناختن این مهمتره یزید رو شناختن هدایتگری اهل این اینطوریه یک جلسه منقلب میشه یزید دید چاره ای نیست از اون به بعد به ظاهر احترام گذاشت به درخواست های آقا سید و ساجدین گوش داد و عملی کرد به ظاهر کاروان رو به سمت مدینه ره سپار کرد ورق بر می گرده. این وظیفه که اهل بیت داشتن و به سرانجام رسوندن ما هم یک شیعه منتظر وظایفی داریم دیگه وقت بسنده نمیکنه که از وظایف منتظر منتظران واقعی بگیم و از وظایف خودمون بگیم اما مردم ضمن این که داریم در روزه ها گریه می کنیم به اینها هم توجه بکنیم السلام علیکم <عليك> کیام <سلام> ابا عبدالله السلام علیک يا ابن رسول الله يا ابن أمير در فرازهای دعای توسل چارده معصوم و صدا میزنیم فقط یک جا میگیم یا شهید در کتاب بهار الانوار آمده پیغمبران خدا اولین گریه کنان سید و بودن از آدم عبو البشر تا خاتم نبیین همه برای حسین گریه کردن هر کدام از انبیا در هر مسیری به کربلا می رسیدن. یک اتفاق عجیبی باعث می شد تا جبرئیل حبوت بکنه داستان کربلا رو برای انبیا روایت کنه الله اکبر الله اکبر حسین آرام جانم Hussein, ruha Hussein, Hossein